سلام عرض می میکنم خدمت همه دوستان که به دیدن و شنیدن این برنامه توجه میکنید و وقت میذارید با چند روز تاخیر این ویژه برنامه رو تقدیم میکنم خدمتتون به علت سری مشغولیات که داشتم نتونستم دو روز در سالیاد کشه شدن زندگیات یاد کاکفواد این برنامه رو منتشر کنم اما اتفاقا این خوب شد حالا دلیلش رو می میکنم که این برنامه اختصاص داره به معرفی و تحلیل شخصیت و عمل کرد و مواضع سیاسی و تاثیرگذاری یکی از تاثیرگذارترین چهره های جنبش مدرن کردستان در ایران کاک فواد شهید فواد مصطفی سلطانی از بنیانگذاران کمله از رهبران انقلاب در کردستان از سازماندهان جنبش اعتراضی و جنبش انقلابی در کردستان در ماهای قبل از انقلاب و بعد از انقلاب و شخصیتی که هنوز هم بر فضای سیاسی ایران تأثیر گذار هست این چند روزی که من تأخیر داشتم به خاطر گرفتاری هایی که عرض کردم خوشبختانه شاهد بودیم که تعداد زیادی از فعالین سیاسی کرد تحلیلگران سیاسی آنانی که شناختی دقیق از کردستان دارند شخصیت های دانشگاهی هر کدوم به نحوی به معرفی شخصیت و زندگی نامه یا مثلا نحوه کشه شدند تأثیرات آقای مصطفی سلطانی بر کمله بر کردستان پرداخته بودند و این خیلی باعث دلگرمی بود من میتونم بگم الان ده سال یا شاید, شاید بیش از ده ساله که در رسانه های فارسی زبان یا در شبکه های اجتماعی خودم به شخصیت زنده یاد فعاد مصطفی سلطانی میپردازم چون این فرد متاسفانه در رسانه های فارسی زبان اصلا شناخته شده نبود به دلایلی که حالا در این فرصت نیست من مجبور بودم از خیلی مسائل ابتدایی شروع کنم برای معرفی ایشون و به خیلی مسائل میشه گفت تا اندازه ابتدایی سطحی بپردازم هیچ وقت فرصتی درست برای تحلیل نبود چون شما تصور کنید مردمی که یک فرد رو اصلا نمیشناسند از طرف دیگر این فرد بسیار مهم هست بسیار تاثیرگذار بوده پرداختن تحلیلی به فردی که مردم اصلا نمیشناسنش کار سختی بود من در سالهای گذشته سعی کردم اون بخش معرفی توصیفی تشریحی رو در رسانه اجتماعی و حتی یکی دو مورد در صورت مقالاتی در رسانه های فارسی زبان منتشر کنم و مطرح کنم خوشبختانه امسال در این زمینه فعالیت بیشتر بود کسان دیگری به شخصیت فواد پرداختند و این فرصت رو به من داد که یکم تحلیلی تر به نقش بسیار مؤثر و کارگر فواد که هنوز هم در کردستان ملموس است و اگه خاطرتون باشه در جنبش جینجیان آزاری هم در کردستان نام فواد رو میشناختیم اتفاقا ای که از جان باختگان کردستان جنبش جینا اسمش فواد بود یک نسلی از جوانان کردستان به عشق و به یاد کاکفورد به نام فواد نامگذاری نام, نام شدن. پس این برنامه رو من سعی میکنم زیاد توصیفی و تشریحی نباشه اگه لازم باشه معرفی میکنم لینک های مطالب قبلی و مقالات قبلی رو سعی میکنم یکم تحلیلی به موقعیت کاکفورد مصطفی سلطانی بپردازم اولا ایشون باید پر، پرسش کرد که چرا یک جوان در یک از روستاهای اطراف مریوان موقعی که میخواد درس بخونه نه در روستای خورش نه در شهر مریوان که باید بره در سنندج درس بخونه شما تصور کنید یک تینیجر یک نوجوان کسی که در سیزده شور در سالگی ممکنه حتی با نظارت پدر مادرم نتونه خوب درس بخونه ولی مجبور برای درس خوندن کاری که الان خیلی برای دانشگاه میکنن یا برای خارج از کشور رفتند اونم در سطوح دانشگاهی در سطوح تحصیلات عالی یک فرد مجبور میشه برای تحصیلات متوسطه و پایین این تحصیلات معادل راهنمایی کنونی یا دبیرستان کنونی مجبور شه در سنین بسیار پایین به همراه خواهران و برادران کم سن خودش که خواهر و برادرش هم که با هم رفته بودند سنندج در سن 14 15 16 سالگی بودند یا شاید هم کمتر به دور از پدر و مادر بسیار ساعت ها دور از خانه خود باید بره مریوان از مریوان بره سنندج اونجا یه اتاق کوچک رو اجاره کنه و اونجا درس بخونه و البته یک معجزه هم روی میده این فرد نفر اول استان کردستان میشه با سخت کوشی خودش و در دانش بهترین دانشگاه صنعتی آن زمان و شاید الان هم دانشگاه صنعتی آریامر که الان اسمش شده دانشگاه صنعتی شریف ایشون قبول میشه در رشته مهندسی برق قدرت اینکه چرا یک کودک اونم نه در صد سال پیش سر و سال پیش در دهه 1960 میلادی در دهه 1340 سالهای 46-47 باید همشون موقعیتی داشته باشه جالبه بدونید نه تنها در آن زمان که ایران راه سرمایهداری نفتی رو آغاز کرده بود و جهش قیمت نفت صورت گرفته بود بلکه در پنج شیش سال بعد از آن تاریخ هم در پی جنگ 1903 اعراب و اسرائیل نفت در سطح جهان افزایش باور نکردنی داشته بود و درآمد بسیار زیاد ایران در سال 52 یک مرتبه بیشتر از آنچه که تصور میکردن هم افزایش یافته بود در اواسط سال 52 شاه دستور بازبینی بودجه رو میده. به این نکته توجه بفرمایید. بر حال بودجه سال 48 49 50 51 همه بودجه های بسیار کلونی بوده به لطف جنگ اعراب و اسرائیل که از سال 1346 یا همون جنگ 6 روزه سال 1967 آغاز شده بود این روند توسعه قیمت نفت ادامه داشت که برای ایران خیر و برکت بود ایران هزینه بابت جنگ اعراب و اسرائیل نمیداد اما از مزایای نفتی افزایش قیمت نفت از مزایای مادیش استفاده میکرد در پی جنگ 1973 یا همون سال 1352 و تحریم فروش نفت به غرب توسط کشورهای عربی قیمت بسیار زیاد نفت مجددا جهش کرد نه افزایش یعنی به صورت تصاعدی افزایش پیدا کرد شاه دستور داد که بودجه رو بیانیم از نو بازبینی کنیم بیا این پول زیادی که میاد دستمون رو مجددا بین مؤسس های مختلف تقسیم کنیم من جدول دقیق شده دارم در یکی از کتابهایی که در کتاب های مرجع خاورمیانه است آقای میادار کامروا این کتاب نوشته اتفاقا ایرانی هم هست از استادان دانشگاه قطر هست دانشگاه آمریکای قطر میگه که بودجه همه ارگان ها از 50 درصد تا 100 درصد تا 50 درصد افزایش پیدا میکنه از ارتش تا وزارت کشور تا ساواک تا نمیدونم بودجه دربار همه افزایش پیدا میکنه دو رقم بسیار به چش میخوره یک بودجه آموزش فقط به اندازه دو درصد افزایش پیدا میکنه دو بودجه توسعه عمرانی ببخشید بودجه توسعه استانی بودجه ای که اختصاص داده بود که برای اینکه تفاوت تضاد درآمد استان و مرکز و هاشیه کاهش پیدا کنه صفر درصد به دستور شاه گفته بودن هیچ بودجه رو برای شهرستانها و برای استان های در نظر نگیرید با از اینکه پول مفت اومده بود تو حساب مملکت اینجاست که میبینیم کاکفوات ها مجبور میشن برای درس خوندن یک استعداد یک فرد نابغه مجبور میشه از روستای خودش به شهرش بره و اونجا هم نتونه کاری بکنه و از اون شهر هم به مرکز استانش بره برای دسترسی به مدرسه راهنمایی و دبیرستان نه برای دانشگاه و مجبور میشه پنج شیش سال از پدر و مادر و خونودش دور باشه و حتی سرپرستی خواهران و برادرانی هم که با همراه اون رفته بودن به شهرستان رو هم به عهده بگیره در این میان کاکفوات درخشید نفر اول استان شد بعد رفت دانشگاه شریفری تصور کنید چه استعدادهای دیگری از بین رفتند آنانی که امکانی نداشتند از یک گروستا به شهر کوچکشان و از شهر کوچکشان به مرکز استانشان برند برای درس خوندن نه در صد سال سر سال پیش در دهه 1340 و 1350 برخلاف آن تصویری که سلطنت طلب ها میخواند از جمهوری اسلامی به ما نشان بیدن نقطه دیگر این دستاوردی داشت برای کاک فواد که سال, سال 1146 یا 47 میره دانشگاه تهران یک آدم پخت است کسی که روستا رو میشناسه شهر رو میشناسه شهرستان رو میشناسه استان رو میشناسه و حالا اومده تهران و پایتخت رو میبینه یه جوان ظاهرا 18 ساله اما با پختگی 50 سالگی تصور کنی شما مجبور شید از سن 13 14 سالگی تا 18 19 سالگی رو مستقل باشید درس هم بخونید نفر اول استان هم بشید مواظب خواهر برادرت هم باشید و تا هم برگردید روستا کار کنید یعنی آلمانه زادگاهش و مریوان و سنندج و تهران تصور کنید در دوران دانشجویی هم تابستونا برمیگشت عین این مسیر رو میدید جامعهش رو میشناخت با روستا و با شهر با تزاد مرکز و حاشیه آشنا میشد با جنبش دهقانی آشنا میشد با جنبش کارگری آشنا میشد با جنبش روشنفکری در دانشگاه های ایران آشنا میشد در شکلگیری آن آنم نقش میداشت کما اینکه ایشون از دانشجویان ممتاز دانشگاه صنعتی شریف بودند در مورد جنبش دهقانی عرض کردم شاید براتون سوال باشه که یعنی چی جنبش دهقانی زمانش شما اگه جنبش دهقانی داشتیم بله در کردستان ما زمان جنبش سرکوب شده دهقانی داشتیم جنبش بسیار وسیع دهقانی داشتیم ریشش برمیگردش به دوران مصدق که در اونجا روستاییان مناطقی بین مهاباد و بوکان مثل هنچوم مجید خان و بخش زیادی از بکان کنونی علیه فعودال ها قیام کردند و طبق معمول به کمک ارتش و جاندرمری سرکوب شدند اما قیامشون ادامه دادن به مدت بیش از یک سال و این جنبش دهقانی ادامه پیدا کرد و این از معدود مواردی بود که استثنان دولت مرکزی که آن زمان مصدق نخست وزیر بود از دهقانان حمایت کرد و این نکته خیلی ارزشمندیه نکته درخشان رابطه تهران و دوران طلایی رابطه تهران و کردستان همین دو سال بود جنبش دهقانی رو ما در ایران نداشتیم در تاریخ مدرن اما جنبش دهقانی رو در کردستان داشتیم و کاکفواد با همچو جنبشی آشنا بود حالا رفت تهران با جنبش کارگری و جنبش روشنفکری هم آشنا شد اتفاقا آسیب شناسی جنبش کارگری هم حالا ارز میکنم که توسط کاکفورد صورت گرفت لازم به یادآوری از سرکوبگران و از سرکوبگران جنبش دهقانی از سرکوبگران و همکاران ساواک ساواک نبودن زمان رکن دو ارتش و ژاندارمری در سرکوب دهقانان همین مهتدی ها و ایلخانی زاده هایی بودند که الان مدعی هستند بگذاریم نکته دیگر که کاکفواد در تهران و با شناختی که از شبهای سراسری به دست آورد متوجه شد که چپ سراسری در ایران ریشه نداره فاقد پایگاه اجتماعی است با مخاطبین اصلی خود یعنی کارگران ایران و دهقانان ایران در ارتباط نیست کاکفواد متوجه شده بود حزب قدیمی چپ ایران این حزب توده دیگه داره تموم پایگاه ها به اعتبارش از دست میده احزاب جدید هم چه اونایی که مبارزه مسلحانه میکردن مثل چریک فدایی ها نتونسته بودن با کارگران با دقانان با مردم عادی ارتباط برقرار کنند چه فعالین دانشگاهی که در حد همین محفل های دانشگاهی مانده بودند اما میدانست چپ در کردستان ریشه داره قدمت داره هم جنبش دهقانیش هم جنبش کارگریش هم روشنفکریش هم عوام مردمش به همین دلیل بزرگترین خدمتی که کاکفورد به کردستان و به نظر من به چپ و حتی به ایران کرد الان میتونیم این نتیجه رو بگیریم این بود که مسیر جنبش کردستان رو از جنبش سروسری جدا کرد میدونست که جنبش سروسری رو به فناست هرچقدر اسمش بزرگ باشه به اسم چپ ایران چپ سراسر ایران اما آینده ای نداره اینو کاکفورد تشخیص داده بود در صورتی که چپ در کردستان ریشه داشت و به همین دلایل آینده هم داشت که میبینیم الان هنوزم که هنوز چپ در کردستان وجود داره این تصمیم بسیار سختی بود چون چپ ظاهرا باید اینترنشنال باشه و سعی کنه که ابعاد مبارزه رو وسیع کنه اما موقعی که شما امیدی به اون مبارزه وسیع ندارید اینه که بتونید در قسمتی از این جغرافیا یه جنبش رو به وجود بیاری یه جنبش رو که ریشه دار باشه ارتباط با طبقات پایین جامعه داشته باشه و اینو حفظ کنی بهتر از اینکه برید دنبال چیز سراسری که آینده ای نداره وجود کمله که دکتر کاکفادی که از بنیانگذاران کمله بود و بسیار هم بر این تاثیر میداشت تاکید می داشت باعث شد که این چپهایی هم که بر حال در کردستان وجود داشتند جذب این چپهای های سر سراسری بی آینده نشند حداقل در گوشه ای از ایران چیزی به اسم چپ بماند طبعا آن زمان در سطح جهان جنبش چپ جنبش پرطرفداری بود طبعا در سراسر ای ایران و در کردستان در محفل و روشنفکری نیروهای چپ مخصوصا در بین جوانان در بین تحصیل کرده زیاد بودند حالا تصور کنید اگر این جوانان چپ کرد کمل رو نداشتند میرفتن به چریک ها نمیدن به اتحادیه کمونیست ها به طوفان و پیکار و سازمان های متنوعی که آن زمان بودند ولی متاسفانه هیچ کدامشان موفق نبودند میپیوستند سرنوشت چپ کردستان هم به مانند همین چپ سر و سری میشد که الان معادل صفره ما چیزی تقریبا به اسم چپ سر و سری نداریم اما چپ در کردستان داریم بسیار فعاله ریشه دوانده صندیکاهای های کارگری اتحاری های کارگری کمک به کارگران اخراجی کمک به کارگران بیکار جشن یک می هر سال با شکوه در کردستان برگزار میشه و ما برای یک ایران یا خاورمیانه دموکراتیک به این چپ نیاز داریم مخصوصا الان که میبینیم راست افراطی میخواد جامعه رو بخوره میخواد ما رو به صد سال قبل برگردونه میخواد همون اشتباهی رو که چپ های سر و سری سال 57 کردن حالا اونا در سال 2024 در سال 1403 بکنند که تا حالا نتونستن اما اگر فرصتش رو داشته باشند با بستر جهانی که الان به نفع راست افراطی وجود داره همون بستری که 50 سال پیش 45 سال پیش به نفع چپ وجود داشت ممکن این بلو رو به سر ما بیارن برای همینه که کردستان و ایران و خاورمیانه به چپ نیاز داره و این چپ در حال حاضر به صورت پراکتیک عملی واقعی فاکتوال نه تئوریک در کردستان وجود داره و این چپ میراث کاکفواده و سایر رهبران مهم اما از همهشون تاثیرگذارتر کاکفواد مصطفی سلطانی بود نکته دیگر تأثیری که کاکفواد بر اومانیست های غیر گذاشت یکی از رویدادهای تلخ در سال 58 در اعدام های خلخالی اعدام یک پزشک تهرانی بود که حالت اصالتا لورستانی هستند دکتر داریوش رشفندی ایشان از شخصیت هایی بودن که گوی آنجوری که من از یکی از فامیلشون شنیدم متاثر بود از کاکفاد دور و نزدیک فاد مصفا سلطانی رو میشناخت و در پی فتوای خمینی و قتل عام کردستور حمله به کردستان دکتر رشوندی برای مداوای مجروحان به کردستان آمده بود که خلخالی بازداشتش کرد و اعدامش کرد این تاثیر بسیار مهمی گذاشت بر جنبش کردستان و ارتباط اومانیستی و انسان محوریش با مناطق دیگر ایران در همان دوران تیمی از پزشکان و پرستاران کردستان برای کمک به جنبش ترکمنستان رفته بودند که متاسفانه جان باختند نمونه دیگرش احمد شاملو که شیفته شخصیت قوی یا به قول خود شخصیت پولادین کاکفوار شده بود در مدایع بیسله اشاره کرده به زنده کاکفواد مصطفی سلطانی میتونید ببینید هرچند در نسخه چاپ ایران این بخش رو سانسور کرده بودند، ولی در نسخه چاپ سوئد هنوزم میتونید این بخش از تاثیرگذاری گذاری بر جنبش سراسری و, و بر بعد اومانیستی و انسان دوستی جامعه ایرانو داشته باشیم نکته دیگر که خیلی ارزشمنده هزینه سنگینی که خانواده کاکفوات پرداختند کسانی که چند روز اخیر اشاره کردند به, به معرفی کاکفورد پرداختند اشاره کردند به اینکه غیر از اینکه کاکفوات کشته شد یه مدتی قبلش دو برادرش رو در مریوان اعدام کردند مدتی بعدش دو برادر دیگرش رو در تبریز اعدام کردند و این خانواده پنج فرزند خودشون رو از دست دادند و بقیه خانواده هم به صفوف کمل پیوستند. از جمله پدرش از جمله مادرش از جمله برادران و خواهرانش که هنوز هم در سنگر مبارزات کردستان هستند حالا چه در قالب کمل چه به شخصیت مستقل اما بسیار با کتاب می نویسند تأثیرگذار گذار هستند با احزاب با جامعه مدنی در ارتباط هستند از این کاریزمای خانواده مصطفی سلطانی هنوز برخوردارند این هزینه سنگین و خونوره دادند نقطه مقابل کاکفوت که من در یکی از مقالات به ایشون پرداختم اونم اونم رو میتونم براتون بذارم به اسم فواد کردستان و چمران تهران چمران خوری اولا آدم بی پرنسیبی بود چمران از از طریق بازرگان وارد حلقه قدرت شد اما به محض اینکه بازرگان کنار گذاشته شد خودش آویزان خامنه ای و رفسنجانی کرد خانواده هم از آن زمان تا کنون از سال 60 که چمران با هلیکوپتر سقوط کرد و کشته شد خانواده دارن نان برادرشون رو میخورن از همونشون هم کسیفتر و آشغالتر همین مهدی چمرانه که سالهای سال در عنوان یک اصولگرای دستراستی افراتی و ضد زن و ضد انسان در شورای شهر تهران فعاله من چند سال پیش مقاله رو نوشته بودم در بخش ناظران که مسئولیتش به عهده نویسنده از در ستون ناظران بی بی سی که در اون به جنگ پاوه پرداخته بودم البته تیترش منطبق نیست اما موضوع آن زمان بررسی جنگ پاوه بود که کاکفوات در تحولات مریوان و پاوه نقش بسیار زیادی رو داشت در سازماندهی کوچه تاریخی مریوان در نشان اعتراض به سرکوب های اشغالگرانه سپاه پاسداران و مزدوران محلیش نقش مهمی داشت اما یک وسط نکته بسیار مهمی باید از قلم نیفته که اتفاقا روزنامه نگار شجاع آقای محمد قائل به این پرداخته لینک مقاله ایشون هم میذارم اگر فرصت کردید مطالعه کنید که در این جنگ این جنگ چرا به وجود اومد و نقش چمران در این جنگ پاوه چی بود این مناسبت خوبیه به این بپردازیم ببینید برگردیم به سال 58 در کردستان انقلابی سکولار و دموکراتیک و ملی و چپ صورت گرفته در تضاد با انقلاب اسلامی در تهران و سایر مناطق ایران در رفراندوم مسیرمون از هم جدا شده قبل از رفراندوم از طریق عوامل نفوذی که داشتند در نوروز 58 یک جنگ خونی رو بر کردستان تحمیل کردند که با مدیریت و درایت کاکفواد و کاکفوادها و شخصیت های دیگری مثل محمد شیخ حسینی دکتر قاسملو و بسیاری دیگر این, این مشکل حل شد قول شورای برگزاری انتخابات برای شورای شهر داده شد و شورای شهر سنندج به عنوان اولین شورای دموکراتیک ایران تأسیس شد و در اون هم نیروهای دموکرات بودن هم کمله بودن هم چپ بود و چیکا بودن هم افراد مستقل هم حتی افراد مذهبی و این البته شکستی برای تهران بود و از طریق همین مقامات تهران اعمال فشار میکردند که مزدوران محلیش میگفتن ما شورای شهر نمیخوایم ما شورای اسلامی شهر میخوایم یعنی شورایی که فقط دست خودمون باشه ولی به هر حال یه چیزی به اسم شورای شهر سنندج وجود داشت دو ماه بعدش انتخابات خبرگان رهبری برگزار میشه و قرار قانون اساسی نوشته بشه و استثنان بر اولین بار نماینده های واقعی کردستان میرن در این مجلس قرار نقش داشته باشند و یکی از اونا دکتر قاسم لوست و یکی از کسانی که رای نیاورده خلخالی است که در دو شعبه خودش کاندید کرده بود در هیچ کدوم رای نیاورده بود سوالی رو که آقای محمد قائل به زیبایی مطرح کرده میگه اینی که در جنگ پاوه چه اتفاقی افتاد باید دنبال یک سوال دیگری باشیم کی از جنگ پاوه سود می برد و این جنگ متقابلا به ضرر کی بود آیا مردمی که پس از سالهای سال مبارزه یک انقلاب دموکراتیکی رو انجام دادند تونستن سرای اعتراض خودشون رو در رفراندومی به مرکز برسانند تونستن یک حاکمیت تقریبا خودگردانی رو به صورت دفاکتور داشته باشند تونستن اولین شورای شهر رو به شیوهی دموکراتیک تأسیس کنند تونستن برای اولین بار نماینده های واقعی خودشون رو برای قانونگذاری های مهم از جمله برای تدبین قانون اساسی انتخاب کنند که برند در تهران نقش ایفا کنند آیا این مردم جنگ به بود؟ یا کسانی که متوجه شده بودند در کردستان بازنده هم در انقلابش هم در رفراندومش هم در شورای شهرش هم در انتخابات خبرگان رهبری خبرگان قانون اساسیش آنجا بود که چمران جاه طلب که میخواست چریک بازی های ناکام خودش رو در لبنان بیاد در کردستان تکمیل کنه و خودش رو برای پست های بالای بسیار بالاتر از وزارت دفاع آماده کرده بود به اضافه زهرچشیده چشیده ای شکست خورده ای به نام خلخالی که در انتخابات شکست خورده بود و رای نیاورده بود این دوتا میان کردستان و به هر بهانه ای که شده جنگی رو در کردستان می میکنند در کنار بسیاری فجایعی که در این جنگ رویداد، داد یکیش کوچه شدن زندیات کاکفواد بود عمر آزادی کاکفواد به یک سال نرسید ایشون مهرماه سال 57 با اعتصاب از زندان شاهزاد شدند شهریور 58 یا زه ماه بعدش جان باختند اما الان پس از و 45 سال هنوز نام فواد تأثیر فواد حزب فواد زنده است هنوز تاثیرگذاری حزب کاکفاد مصطفی سلطانی رو در تحولات نسلی که 20 سال پس از مرگ اون به دنیا آمدند خب میبینیم هنوزم که هنوزه میبینیم در کردستان یک کمله چپ رادیکال وجود داره نه اون کمله ای که شما بعضی وقتا در رسانه های فارسی زبان میبینید کمله ای که کمله تیوی داره کمله ای که الان یه شاخه کردستانی داره به اسم کمله زحمتکشان همون کمله سازمان کردستانی حزب کمونیست تلویزیون دارن رسانه دارن ریشه دارن در میان مردم ارتباط دارن با جامعهشون با سندیکاها با کارگران با با اخشار ضربهپذیر پذیر جامعه با روشن فکران جامعه ما اینو مقایسه کنید با چمرانی که تنها کسافتی که از خورش به جا گذاشته این برادر انگلشه که چهل و اندی ساله داره از برکت فرصت طلبی ها و نهایتا کشه شدن برادرش استفاده میکنه در حال ازتون درخواست میکنم بیشتر در مورد کاکفال بخوانید از هر فرصتی برای شناخت بیشتر ایشان استفاده کنید منم قول میدم در مناسبت های بعدی اگر فرصت بشه مجددا در پی مناسبت هایی به نقش بسیار مهم کاکفال مصطفی سلطانی در جنبش کردستان و شانسی که هنوز برای زنده ماندن چپ در ایران خلق کرده خواهم پرداخت یار ایشان گرامی راهش پر رهرو باد و تا برنامه دیگر فعلا بدرود